فوتبال چیست؟ یک ورزش جذاب، یک ماشین عظیم اقتصادی، یک دم و دستگاه هویت ساز. چه چیز باعث شده فوتبال مرزهای ملی، طبقاتی، سنی و جنسیتی را بشکند؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. تخمین زده شده که بیش از 1.5 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به درجات مختلف علاقمند به فوتبالند. و برآوردها آکیست که حجم اقتصاد فوتبال بیشتر از حجم اقتصاد برخی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی از جمله هلند است. و گفته می شود یکی از سخت جان ترین احساس تعلق ها و هویت ها احساس تعلق به تیم فوتبالی است که شخص به هر دلیلی برای خود برمیگزیند. این میزان اهمیت باعث شده فوتبال از یک ورزش فراتر برود و تبدیل شود به محل تصادم منافع و هویت ها. مثلا در بخش اعظم حیات اتحاد شوروی طرفداری اکثریت مردم از تیم اسپارتاک پیامی بود برای رئیس دستگاه امنیتی که حامی تیم دینامو مسکو بود. مثال‌های دیگری هم از اهمیت فوتبال می‌توان یافت. گفته می‌شود در جام جهانی سال 78 میلادی تیم فوتبال پرو به این دلیل با اختلاف گل زیاد به تیم آرژانتین باخت که دولت نظامی آرژانتین حاضر شد تعدادی از مخالفان پرو را بنابر تقاضای دولت پرو بی سر و صدا سر به نیست کند، چرا که در این کار خبره بود. چه چیز باعث شده یک بازی تا این حد جدی شود؟ جذابیت‌های نهفته در این بازی یا عوامل دیگر؟ آیا می‌توان بازی که در آن بازیکنان چند میلیون دلاری رد و بدل می‌شوند را ورزش مردمی خواند؟ آیا با وجود ریاست و اعمال نفوذ حاکمان و سیاستمداران بر تیم‌های فوتبال می‌توان این ورزش را کماکان ورزشی مردمی خواند؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. مرداد مسعودی، کارشناس فوتبال و همکار فیفا در پوشش رسانه‌ای جام جهانی فوتبال. فرهاد خسروخاور، جامعه شناسی که در کتاب‌هاش در مورد فوتبال در ایران و کشورهای منطقه خیلی زیاد نوشته. و ایرج ادیب‌زاده، مفسر و کارشناس با سابقه فوتبال. خیلی خوش آمدید. آقای مسعودی، به عنوان یه فوتبال دوست به ما بگید، البته کی جرأت میکنه فوتبال دوست نباشه، به عنوان یه فوتبال دوست ما بگید که جذابیت فوتبال باعث شده که فراگیر و جهانی بشه یا نه عوامل دیگه باعث شده؟ قبل از اینکه سوال جواب بدم باید بگم که جامعه جهانی فوتبال کسی رو به خاطر فوتبال دوست نداشتن تحت تعقیب قرار نمیده و به زندان نمیره کسی. جذابیت فوتبال ساده بودنش هستش. سال 1863 در دانشگاه کمبریج 17 تا قانون نوشته شد که اون 17 تا قانون با 6 تا تغییر جزئی از اون سال تا حالا هنوز داره اجرا میشه. اون 6 تا تغییر هم فوتبال رو متحول نکرد به صورتی که مثلا توپ رو لوزیش کنیم. قوانین همون موند، مثلا 3 تا تغییرش فقط از سال 1958 تا حالا بوده. سال 58 اجازه دادن که بازیکن تعویض بشه. تا اون موقع کسی نمیتونست، تیم اگه 11 تا میومدن همون 11 تا باید زمین بیرون میومدن. اگه کسی مجروح میشد تیم باید با 10 تا بازیکن ادامه میداد. سال 70 اومدن قوانین کارت زرد و قرمز رو اضافه کردن. چرا؟ بله. چون بازی خیلی خشونت پیدا کرده بود. سال 66 پله جام جهانی رو از دست داد به خاطر مصونیتش که بازیکن‌ها میتونستن همدیگه رو قلقم کنن. بله. و آخرین قانون هم سال 92 عوض شد که قانون پاس به عقب که دروازه‌بان نمیتونه دیگه توپو با دست که برداره، مانع وقت کشی بشن. بله. دقیقاً. و همه اینا فوتبال رو جذاب‌تر کرده. ولی در حقیقت فوتبال همون ورزشی که سال 1863 در رابطه با اون 17 قانون نوشته شد، همون توپ هستش، زمین بازی همون هستش. و مسئله مهمتر اینه که این بازی در تمام نقاط دنیا میتونه با ساده ترین، هیچ زمینی احتیاج نداره. شما رو زمین آسفالت میتونین بازی کنین، رو زمین چمن میتونین بازی کنین. توپ بازی نباید حتما توپ آدیداس یا یه توپ 150 پوندی باشه یا توی زندان
جزیره رابن که آفریقای جنوبی اون موقع در زمان آپارتاید تمام یاران نلسون ماندلا اونجا بودن، جوراباشون رو گرد میکردن، دور هم دیگه میپیچوندن و اون جوراب میشد توپ فوتبالشون و توی سلولاشون با هم دیگه بازی میکردن و بله. اون یه بازی بودش که اینا رو به یاد دوران آزادیشون مینداخت و از طریق همون بازی تونستن یواش یواش بیان بازی منظم به اصطلاح لیگ درست کنن توی زندان که نخستین حرکت دموکراتیک تو آفریقای جنوبی از اون زمین فوتبال انجام شد. ولی بازی‌های دیگه هستن، بذارید از آقای ادیب‌زاده بپرسیم، فوتبال دوست دیگر در این جمع بقیه هم احتمالا هستن ولی نه به اندازه شما و آقای مسعودی. شاید مگر بازی‌های ساده دیگه نداریم؟ مگر بازی‌های دیگه‌ای نداریم که هر جا میشه انجامشون داد، در زندان یا هر جای دیگه؟ آیا بله. واقعا اینهاست یا چیزی بیش از اینه که فوتبال رو جذب کرده؟ خب بازی‌های ساده دیگه هم هستن ولی فوتبال همونطور که مهرداد اشاره کرد یه بازی ارزون و قابل دسترسه. یعنی هر جا مثلا توی زمین خاکی میشه دو تا سنگ گذاشت و بعد یه توپ پلاستیکی رو بعدم بازی کرد. بعدم شما خیلی از ورزش‌های دیگر رو نمیتونید واقعا اگر در سطح پایینی اجرا بشه جذابیت نداره، ولی حتی میبینید که یه فوتبال نوجوانان توی زمین خاکی میبینید یه عده براشون جالبه و میسن تماشا میکنن. به هر حال من فکر میکنم که یکی از عللش همین ارزان بودن و در دسترس بودنشه که با هر همونطور که مهردادم گفت با هر تکه حتی با کاج میشه باش بازی کرد. بله. بعدم شگفتی هایی که فوتبال به وجود میاره در ورزش های دیگه نیست. امکاناتی که ورزش های دیگه لازم دارن مثل تنیس، مثل بسکتبال، مثل والیبال، اونام به هر حال یه امکاناتی لازم دارن، باید اون امکانات فراهم بشه. امکانات به کنار، قبلش گفتید شگفتی، منظورتون این است که فوتبال قابل پیش بینی نیست؟ بله. ببین شما توی ورزش راگبی امکان نداره، میخواید نگاه بکنید تو این تاریخ مسابقات مهم راگبی که مثلا یه تیم دست دومی بیاد مثلا یه تیم بزرگی رو ببره، ولی در فوتبال انواع اقسام این اتفاقات میفته. مثلا در فرانسه تیمای آماتور که در دسته هفتم قرار دارن، یعنی اگر بخوان از آماتور بیان تا دسته قهرمانی باید 7 سال پشت سر هم امکانات داشته باشن بیان و برنده بشن بیان. یه تیم آماتور میاد مثلا یه تیم بزرگ و سرمایه‌داری مثل پاریس سن ژرمن رو حذف میکنه. حتی یه تیم آماتور همین چند وقت پیش به فینال رسید که اصلا یک واقعا حادثه جدیدی توی فوتبال فرانسه بود. به هر حال من فکر میکنم که خیلی از مسائل باعث شده که فوتبال جذابیت‌های زیادی پیدا بکنه. شما نگاه بکنید در جام جهانی 1930 که ژول ریمه اون رو درست کرد، حتی روزنامه‌نگارای اوروگوئه زیاد میلشون نمی‌کشید که برن مسائل فوتبال رو دنبال بکنن، ولی الان می‌بینیم که هر جام جهانی رو تقریبا نصف مردم دنیا تماشا می‌کنن. بله. ثانیه به ثانیه‌شو روزنامه‌نگارا و کارشناسا میان تحلیل میکنن و بازیکن‌ها همونطوری که شما هم در مقدمتون اشاره کردید به درآمدهای میلیونی رسیدن. بسیار. به بحث رسانه‌ای و بحث تجارتی فوتبال میرسیم، اینکه تلویزیونی کردنش تأثیراتی گذاشت. ولی از آقای خسروخاور میخوام بپرسم، یه جامعه شناس زمینه رو بیشتر میبینه، شما چه عواملی رو در فراگیر شدن فوتبال و اینکه هر مرزی رو به نظر میرسه شکسته باشه چه عواملی رو مؤثر میدونید؟ فوتبال مثل آینه میمونه که تمام تمایلات، خواسته های اجتماعی و یا تضاد های اجتماعی رو میتونیم در اون متبلور بکنیم. فوتبال باعث میشه که یک نوع میخوام بگم تعادلی و تباینی بین فردگرایی و گروهگرایی انجام بشه توش. چون ببینید دو تا گروه هستن با هم بازی میکنن، این دو گروه با هم مجبورن به یک طریقی کنار بیان، یعنی خشونت فقط باید حاشیه‌ای باشه و در این حال اینها بینشون قهرمان هم دارن، یعنی هم فرد قهرمان و هم گروه. و این واقعا میخوام بگم تبلوری هست از جامعه مدرن. جامعه مدرن جامعه‌ای هستش که در اون تضاد وجود داره، یعنی دیگه به صورت یک جامعه بی طبقه ای چه میدونم توحیدی یا
جوامعی که توده‌وار نیست، جامعه‌ای که میخوام بگم یک نوع احساس باشه که همه با هم هم صدا و هم زبان هستن نیست، و در این حال جامعه‌ای هستش که توش همکاری وجود داره و در این حال رقابت وجود داره، و اینها رو در قالبی که منجر به خشونت نمیشه میشه متبلور کرد، و این خیلی مهمه. یه بود دیگر فوتبال هم به نظر من به جز اون سادگیش و اون جذابیتش که دوستان راجبش صحبت کردن، این استش که بود اقتصادیش باعث شده که مثلا تمام رسانه‌های گروهی در دنیا این رو متبلور بکنن، و این خودش باز هم میخوام بگم در داخل جوامع باعث بازتاب‌های خاصی شده. یعنی میخوام بگم شما هر دهی الان برین مثلا در کشورهای مختلف که توش برق هست و تلویزیون هست، میبینین که جوان‌ها مثلا این احساسو دارن. و که یعنی منظورتون اینه که رسانه‌ای شدن فوتبال و به دلیل همین رسانه‌ای شدن تبدیل به یک اقتصاد عظیم شده دیگه، برای اینکه حق پخش خیلی گرونه، این باعث شده در این حال برای بیننده ارزون بشه؟ نگاه کنید، بیننده میتونه تقریبا مجانی اینو نگاه بکنه دیگه، میره توی کافه مثلا میشینه این رو میبینه، میره یا مثلا تو خونه باز میکنه میبینه، و به جز این بیننده این احساس رو داره که در رویاهاش لااقل جوانان، و این بود جوانش خیلی مهمه، جوانان این رویا رو دارن که شاید اینا بتونن یه روزی مثلا بشن زیندین زیدان یا مارادونا یا پله یا کسان دیگه. یعنی این تبلور بین واقعیت، رویا و خواسته های درونی و خواسته های گروهی به یک طریق خاصی در فوتبال متبلور میشه که در رشته های دیگه فرشی تا به حال به هر حال صورت نپذیرفته. آقای مسعودی، شما به خصوص در پوشش رسانه جام جهانی دست دارید، آیا با این میلیون ها و شاید بشه گفت صدها میلیون دلاری که برای مثلا قراردادهای پخش رسانه بسته میشه، با پول های عظیمی که برای رد و بدل کردن بازیکن ما میبینیم هزینه میشه، علارغم اینا فکر میکنید واقعا بشه فوتبال رو یه ورزش مردمی کماکان دونست؟ 100%. ببینید دلیل این پوشش رسانه‌ای به این وسعت محبوبیتش هستش. هیچ رسانه‌ای نمیخواد چیزی رو پوشش بده اگه کسی نگاش نکنه. وقتی جام جهانی پخش میشه یا جام ملت‌های اروپا یا حالا تا حد کمتری جام ملت‌های آسیا برای کشورهای آسیایی، وقتی این پوشش رسانه‌ای میگیریم به دلیل این هستش که میلیون‌ها و در سطح جام جهانی میلیاردها نفر می‌خوان بازی رو نگاه کنن، و رشد اقتصادی از این از بطن این جامعه میاد بیرون، از بطن جامعه فوتبال یا جامعه جهانی، و مسلما ورود سرمایه توی فوتبال یه دردسرهایی هم درست میکنه. همه کشورها مثل همدیگه اداره نمیشن. فوتبال در آلمان یه جور اداره میشه، فوتبال در برزیل یه جور اداره میشه، فوتبال در بوتسوانا یه جور اداره میشه، و این سرمایه چجوری خرج بشه بستگی داره که اون کشور چجوری اداره میشه. فوتبال یک نماد کاملی از اون چه که در جامعه میگذره. یه جا هستش که میبینید وقتی که پول وارد فوتبال میشه، سرمایه وارد فوتبال میشه، اون سرمایه میره تا پایین ترین سطح، تا سطح نوجوانان، جوانان زیر 10 سال خرج میشه، و اون پول برمیگرده به جامعه فوتبال برای توسعه فوتبال. واقعا این پول برمیگرده به جامعه فوتبال. شما یه جامعه اش به عنوان یه جامعه شناس نگران تجارتی شدن فوتبال نیستید؟ شکی نیست که تجارتی شدن فوتبال وقتی که یه ابعاد واقعا وسیع و عظیمی پیدا میکنه یک مقدار این بود مردمی رو میتونه زیر سوال ببره، ولی از لحاظ تخیلی شما نگاه کنید این جوانهایی که فوتبال بازی میکنن الهام میگیرن از این گروه های بین المللی یا چند ملیتی در سطح بالا، ولی خودشون هم یک نوع دید خاصی دارن نسبت به این ورزش. یعنی میخوام بگم این ورزشی هستش که هم میتونه در سطح ملی، در سطح محله، حتی در سطح مثلا میگم چند تا ساختمون این ارزش های خودش رو داشته باشه، و در اینها رویای این افرادی که میلیون ها دلار در میارن هم در ذهنیت این گروه ها باشه. یعنی اینی که فوتبال الان داره میلیاردها دلار پول رو به خودش تخصیص میده میتونه به یک طریقی میخوام بگم زیان‌آور باشه برای بعضی مسائل، ولی روی هم رفته من فکر نمی‌کنم این رویای فردیت و گروهی و اینها رو در سطح پایین جامعه، یعنی اون چیزایی که الهام میده به بازیکن یا به تیم نمیبره، واقعا نمیبره. آقای ادیب‌زاده بذارید مثال‌هایی بیاریم، ممکنه البته خود این مثال‌ها قابل بحث باشه، ولی وقتی که
فکر میکنم 2004 بود، رئال مادرید بازیکن انگلیسی دیوید بکام رو خرید. خیلی‌ها گفتن که خرید این بازیکن کیفیت و زیبایی بازی رئال مادرید رو بهتر نمی‌کنه. اما رئال مادرید آقای بکام رو خریده برای اینکه به قول انگلیسی‌ها برندشو، برای اینکه در واقع تجارتشو بهتر کنه. دقیقاً بله. بازار رئال مادرید رو خیلی بهتر کرد برای اینکه بعد از اون کلی مثلا پیرهن فروخت. خب بله. این تصادم تجارت با فوتبال زیبا و کیفیت فوتبال دیگه، مگه غیر از اینه؟ شما بازیکنی رو می‌خری نه برای اینکه بازیتو بهتر می‌کنه، برای اینکه درآمدتو بیشتر می‌کنه. آیا این تصادم تجارت و زیبایی در فوتبال ضربه نمی‌زنه بهش؟ نه، همین مسئله بکام که شما اشاره کردید، مثلا هفته اول 1,000,000 پیرنش فروش رفت. بله. یعنی خب این یک واقعا ثروتی رو تولید کرد برای باشگاهی که خب ثروتمنده. اما مسئله درآمدزایی فوتبال من فکر می‌کنم خیلی جاها خیلی چیز مثبتیه. مثلا شما نگاه کنین در آفریقا، غیر از کنیا که سرمایه گذاریش فقط روی دو میدانی و دوهای مسافت بالا هست، بقیه کشورهای آفریقایی واقعا به فوتبال به عنوان یه درآمدی برای گذشتن از فقر، گذشتن از گرسنگی نگاه میکنن. من فکر میکنم که درآمدزایی فوتبال خیلی وقتا به نفع جامعه هم هست. مثلا یه مثال بزنم، در فرانسه لوتو اسپورتیف هست، یعنی همین شرط بندی چیز، هر هفته هم کلی درآمد هست. بله. این درآمد غیر از اون جایزه‌ای که به برندگان داده میشه، تمامش اختصاص داره به فدراسیون‌های دیگه، به خصوص فدراسیون‌های آماتوری. یعنی از پول این لوتو اسپورتیو خیلی از فدراسیون‌های ورزشی که درآمدزا نیستن استفاده می‌کنن برای ادامه کارشون. و می‌بینیم فرانسه الان از نظر زیربنای ورزشی یکی از کشورهای پیشرفته است. بله. در انگلیس هم خب این شرط‌بندی‌ها یا قمارها بخش مهمی از پولی که ازش در میاد برای امور خیریه مصرف میشه. این البته در کنار اون تجارت عظیم هست. ولی آقای خسروخاور اشاره کردن به اون آمال و آرزوهایی که بچه‌ها دارن برای تبدیل شدن به قهرمان فوتبال. در مورد تماشاچی ها ما می‌بینیم انگیزه های مختلف هست برای فوتبال رو نگاه کردن، و این باعث میشه که در ابعاد شاید چند ده هزار نفری یا حتی بیش از 100,000 نفر در ایران می‌بینیم برن فوتبال رو ببینن. خود این فوتبال رو مستعد میکنه برای اینکه مورد استفاده قرار بگیره از جانب سیاستمدارها، از جانب حاکما. برعکسش هم وجود داره، به این معنا که گاهی اوقات فوتبالیست ها سیاسی میشن و به حرکت های اجتماعی دموکراتیک یا شبه دموکراتیک کمک میکنن و دولت های سرکوبگرا از اینها وحشت دارن. در مورد تاریخ ایران اگر ما نگاه بکنیم زمان شاه، خب فوتبال یک بُعد سیاسی پیدا کرد که در اون جبهه ملی و غیره در حقیقت خودنمایی کردن در این رابطه. بعد بُعد سیاسیش تضعیف شد، انقلاب اسلامی شد، که بعد ما مشاهده کردیم که در فوتبال زمان خاتمی مثلا این بُعد جنسیت گرایی به وجود اومد. یعنی زنها میگفتن ما وجود داریم، ما شهروندی هستیم مساوی مردا و باید بتونیم بریم مثلا مسابقات، که اون فیلم معروف پناهی بودش که آفساید بود. بله. بنابراین فوتبال میتونه مورد استفاده رؤسای کشورهای سرکوبگر باشه، و در این حال میتونه به حرکت‌های اجتماعی از پایین کمک کنه، برای اینکه هویت‌های جدید رو مطرح بکنن، برای اینکه خواسته‌های اجتماعی جدید رو مطرح کنن. مثلا در مورد حرکت سبز، البته فوتبال تا حدود زیادی کم رنگ بود، ولی بعداً در 2010 در مثلا میگم جام جهانی بودش که آقای علی کریمی اگر اشتباه یادم اسمش و چند نفر دیگر اینها دستبند سبز بستن. بنابراین نگاه کنید، فوتبال همونطور گفتم یک آینه هست که میشه روی اون منعکس کرد خواسته های خود رو. یک دیکتاتور میتونه استفاده بکنه از این قضیه، و در این حال حرکت های اجتماعی هم میتونن، مردم عادی و عامی هم میتونن. حرکت اجتماعی سبز در حدود 3 سال و اندی اخیر واقعا نتونست اونجوری که باید از فوتبال استفاده کنه، یا اینجوری بگیم شکاف اجتماعی که در جامعه ایران بود بین اونایی که دموکراسی می‌خواستن و اونایی که یا ناظر بودن صرفاً یا نمی‌خواستن، این خودش رو در فوتبال نشون نداد. آقای مسعودی داد فوتبال یه بازی خطرناکه برای سیاسیون.
چون اون چیزی که در زمین فوتبال اتفاق میفته شما نمیتونید به مسائل دیگه ربطش بدین، به استکبار جهانی یا توطئه های پشت پرده. اگه در زمین فوتبال شکست می‌خورین و شما پشت اون تیم هستین، خودتون رو کنار اون تیم قرار دادین، نمی‌تونید بگید انگلیس پشت این قضیه بود. دقیقاً شما مسئول شکست اون تیم هستین اگر شما خودتون رو به اون مسئله ربط کامل میدین. و در نتیجه این مسئله در کشورهای رو به توسعه و کشورهایی که حکومت‌های خودکامه دارن همیشه بوده. حالا چرا در ایران این مسئله در جنبش سبز نتونسته استفاده کنه و اینا، من فکر می‌کنم کیش به خاطر این مسئله سرکوب شدیدی بود که بعد از مسئله انتخابات بود. خب مردم از جون خودشون می‌ترسیدن، همون کسی که تو خیابون می‌ترسید بره تظاهرات کنه در استادیوم هم می‌ترسه، در استادیوم هم می‌ترسه، چون به هر حال استادیوم هم تحت پوشش و کنترل هستش. ولی کلاً فوتبال اگر تحت تاثیر سیاسیون قرار بگیره در نهایت به ضرر سیاسیون خواهد بود، همونطور که آرژانتین جام 78 رو برد و ژنرال ویدلا خیلی با افتخار سینه‌اش رو ستپ کرده بود، اومده بود جلو جام رو داد دست دانیل پاسارلا، سال 82 داشت قایم میشد. چرا؟ چون تیم شکست خورد از برزیل، از ایتالیا در مرحله دوم حذف شدن و بعدم جنگ جزایر مالویناس یا فالکلند اتفاق افتاد که درست روز قبل از بازی آرژانتین، روز بازی افتتاحیه آرژانتین و بلژیک بودش. و فوتبال میتونه مثل یه به اصطلاح کنسرو بسته میمونه که درش که باز میشه نمیدونی توش چیه چی هست. ولی اجازه بدید به همین بحث جنبش سبز و فوتبال برگردیم که آقای خسروخاور خودشون مطرح کردن، از خودشون بپرسیم چرا فکر میکنید این تضاد مهم جامعه ایران خودش رو در فوتبال در 3 سال اخیر نشون نداد؟ تاریخ نشون داده که فوتبال آینه اون تضاد مهم جامعه است. همون اتفاقی که در اتحاد شوروی توی مقدمه گفتم افتاد که مردم با نظام حاکم مخالف بودن و اینو از طریق طرفداری از اسپارتاک نشون میدادن. جاهای دیگه هم همینه. در ایتالیا شکاف اصلی جامعه بین جنوب و شمال بود و وقتی که ناپولی جام رو برد دیدیم که چه جنجالی به پا شد دیگه، با استفاده از وجود مارادونا البته، و اونجا بود که شکاف شمال و جنوب خودش رو نشون داد. در جاهای دیگه هم همینطوره، در اسکاتلند همینطوره. در ایران 3 سال گذشته شکاف اصلی جامعه خودش رو در فوتبال نشون نداد. چرا؟ کاملا. من فکر می‌کنم در این زمینه ما باید ایران رو مثلا با تونس و مصر مقایسه بکنیم، چون کشورهایی هستن که به هر حال از لحاظ فرهنگ به هر حال اسلامی، از لحاظ مسائل اجتماعی، از لحاظ عقب افتادگی اجتماعی و اقتصادی بیشباهت به هم نیستن. من فکر می‌کنم در ایران یک علتی که حرکت سبز نتونست گروه‌هایی رو که از فوتبال دفاع می‌کنن در خودش ادغام بکنه این بود که این حرکت به هر حال رؤسای طبقه متوسط بودن، خواسته های عدالت اجتماعی اینها در اون کم رنگ بود و اینها گروه‌هایی رو که در می‌خوام بگم جوان‌هایی که در این حال می‌خوان طبقه متوسط بشن ولی قادر بهش نیستن، اینا رو نتونستن جلب جذب کنن. معتقد هستید قشری که میاد فوتبال رو نگاه می‌کنه با قشری که دموکراسی می‌خواد اینا ضرورتاً تلاقی ندارن در جامعه ایران؟ ضرورتاً تلاقی ندارن. اگر مثلا این قشری که دموکراسی رو می‌خواد هم دموکراسی سیاسی رو بخواد هم عدالت اجتماعی رو بخواد، اون وقت می‌تونه با هم دیگه رابطه داشته باشن. چنانچه در مورد مصر مثلا تا حدودی آلتراها که خودشون هم خیلی دموکراتیک نیستن ها، میخوام بگم جنبه های بسیار منفی هم دارن، اینها آمدن آلتراها طرفدارای سرسخت فوتبال بودن. بله طرفدارای سرسخت فوتبال اومدن مثلا ضد بلتجی، ضد اون گروه های لباس شخصی هایی که میامدن و مردم رو سرکوب میکردن، اینا جنگیدن و واقعا مثلا در مورد تونس این به اون صورت نگرفت. میخوام بگم جوامع حرکت های اجتماعی صرفا فوتبال رو ادغام نمیکنن، بعضیاشون میکنن بعضیاشون نمیکنن. در ایران مثلا در زمان دوران مثلا دهه 1960 و اینا فوتبال وارد گود شد در زمینه سیاسی، بعد کم کم محو شد. الان فوتبال در ایران لااقل در این دهه اخیر یک بعد جنسیتی به خودش گرفت، یعنی شکاف جنسیتی خودش رو در فوتبال نشون میده، استفاده کرد از فوتبال برای نشان دادن خودش که ما هم شهروندهایی هستیم مساوی مردان. بله. و به هیچ وجه نباید ما رو مثلا طرد بکنن از ورود. بله. به حیطه محیط فوتبال. بله. و این اون بعد هم مهم بود. ولی اینکه ایران به نظر من فوتبال در حرکت سبز نقش اساسی بازی نکرد، یه علتش هم شاید این بود که این اصلاح طلبها و اینها گروه‌های سیاسی ایجاد کرده بودند که مردم فکر می‌کردند تبلور خواسته‌های سیاسی در این گروه‌ها
میسره. و خب بله. بنابراین فوتبال به عنوان پدیده‌ای که مثلا بشه ازش بهره برداری سیاسی کرد تا حدودی به حاشیه کشید. یعنی معتقدید سیاست و جنبش سبز از کانال‌های خاص خودش استفاده می‌کرد و نیازی به فوتبال نداشت؟ نیاز نداشت. بله. یعنی استفاده نکرد از این قضیه. بله. به عنوان یک اپورتونتی، به عنوان یک بذارید از آقای ادیب‌زاده من خواستم همینجا یه مسئله اشاره بکنم که فوتبال اتفاقا تاثیر خودش رو در جمهوری اسلامی به خوبی نشون داد. شما نگاه که بکنید می‌بینید که در همون زمان‌های اول آیت الله خمینی یه بار صحبت کرد که من اصلا از بازی خوشم نمیاد، حتی اگر برای تفریح باشه. از فرداش بسیاری از ورزش‌ها مثل شطرنج و چند تا ورزش دیگر رو ممنوع کردن. بعدم گفتن که تنها در صورتی فوتبال رو در تلویزیون اجازه میدن که نشون داده بشن که بازیکن‌ها شلوارهای بلند بپوشن. بعد ولی در همون سال‌ها اختشاشاتی روی داد در مسابقات فوتبال و جمهوری اسلامی رو به فکر فرو برد که فوتبال یک مسئله ساده‌ای نیست که باهاش روبرو شه، به خاطر اینکه کسانی که در همون زمان به خصوص ماه رمضان بود و گل کوچیک، مثلا مسابقات گل کوچیک در همه جا در همه محله ها به راه بود، اینا دیدن که کسانی که به تماشای گل کوچیک میرن خیلی بیشتر از اون کسایی هستن که میان مسجد پای وعظ و بله. بله پای وعظ و این چیزا. یعنی مردم تفریح فوتبال رو به وعظ واعظان ترجیح داده بودن. به این جهت ترجیح داد که فوتبال رو یه جوری کنترل بکنه و الان هم خب می‌بینیم بیشتر باشگاه‌ها تحت کنترل نظامی‌ها هستن و همه باشگاه‌ها میتونم بگم دولتی هستن و یه مقدار این کنترل فوتبال. آیا این تأثیر می‌گذاره روی بافت تماشاچی فوتبال؟ یعنی جمعیتی که میاد فوتبال رو تماشا کنه ضرورتاً متأثر از این است که بر بسیاری از باشگاه‌ها نمی‌دونم سردارای سپاه هستن یا مقامات حکومتی؟ مسلماً ببینید الان تراکتورسازی مثلا یکی از پرطرفدارترین باشگاه‌های این یکی دو سال اخیر بود. الان اومدن این باشگاه رو خود سپاه پاسداران اعلام کرد که بودجه‌شو سپاه پاسداران میدن. یعنی یه مقدار خواستن از حالت مردمی و اینکه بالاخره مسائلی در کنار این تیم پیش اومده بود ازش جلوگیری بکنن. بعدم ولی واقعا نکردن، نتونستن. الان تراکتور سازی یه شکاف مهم در جامعه ایران رو نشون میده دیگه. شکاف قومی دیگه. آقای مسعودی باید خوب بدونن که چرا تعداد زیادی از تماشاچیان فوتبال تراکتور سازی رو در واقع حمایت میکنن، به دلیل اینکه تیم خودشون میدونن تیم آذربایجان دیگه. چنین نیست؟ بله. ببینید در کشورهایی که مردم نمیتونن آزادانه صحبت کنن، آزادانه نقطه نظراتشون رو بیان بگن، حالا بعضیا ادام میگن ایران هم جزو اون کشورها هستش، از طریق فوتبال این نقطه نظر وقتی 100000 نفر دور هم دیگه جمع شدن در استادیوم، 70000 نفر، 60000 نفر، این اگه بتونن یک صدا با هم دیگه یه چیزی رو بگن خیلی مشکل هستش که بشه اون 60000 نفر رو کنترل کرد. دقیقا. اگه با هم متحد باشن. ببینید هر ایرانی میدونه که روز 8 آذر 1376 بود فکر میکنم کجا بود، بازی ساعت ایران استرالیا. ایران استرالیا. بله. فوتبال دوستان نمیخواستن باشن اصلا. بله. یک حس میهن پرستی توی مردم اومده بود، اون به خصوص استرالیا اومدن گفتن ما آب خودمون رو میبریم ایران، ایران کشور به اصطلاح عقب افتاده یه امنیت نیست، یه برای ایرانی خیلی گران تموم شده بودش که این اومده به من به اونا میگفتن کانگارو، نمیدونم به هر حال یه حسی میشه اون وقت اون لحظه که سانروپول بعد از 8 دقیقه وقت تلف شده سوت بازی رو به صدا در آورد، همه ایران روی هوا بودن، همه ریختن تو خیابون. برای اولین بار مردم متوجه شدن که اگه وقتی همه کنار هم باشن کسی دیگه نمیتونه به اینا چیزی بگه. اون روز تو خیابونای تهران، خیابونای شهرستانای ایران اتفاقاتی افتاد که توی 19 سال گذشته نمیتونست بیفته. بله. و از اون به بعدم شاید نیفتاده، شاید یه بار شب بازی ایران آمریکا اتفاق افتاد. ولی و اون موقع بودش که اون مسئولین حکومت به خودشون اومدن دیدن که این یه مسئله ایه که بله. فراتر از مذهب و یه چیزیه که بله. هر کسی تو جامعه با پوست و گوشتش اینو لمس میکنه و این رو باید یه جوری کنترل کرد. ولی این باعث میشه افسون بر این که میخوان کنترلش کنن از این هم استفاده بکنن. ولی به گفته شما شکست‌های متمادی باعث میشه که این به ضد خودش تبدیل بشه. باید بیان جواب بدن. چرا؟ ببینید من میگم فوتبال
نمونه کامل اینکه جامعه چگونه اداره میشه. در آلمان فوتبال همونجوری اداره میشه که اقتصادش اداره میشه. در ژاپن فوتبال همونجوری اداره میشه که اقتصادش اداره میشه، با برنامه ریزی. شما نمیتونین بیاین تو فوتبال مدعی بشین که برترین تیم قارتون هستین، برترین تیم منطقتون هستین. اینو باید بیاین یه جوری نشون بدین. این چه جوری نشون داده میشه؟ با افتخارات. افتخارات چیه؟ قهرمانی تو مسابقات منطقه‌ای، تو مسابقات قاره‌ای، حضور در صحنه رقابت‌های جهانی، نوجوانان، جوانان. اگر اینا اتفاق نیفته نشون میده که شما برنامه‌ریزی ندارین. و اون وقت تماشاگرها ممکنه به این تیم دیگه به چشم تیم خودشون نگاه نکنن. یه نکته جالبی که یکی از همکاران من میگفت، آقای خسروخبر، در همین مسابقات باشگاه‌های اروپا که مسابقات جام ملت‌های اروپا که درش اسپانیا برنده شد، خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور وقتی راجع به مثلا تیم اسپانیا یا تیم آلمان حرف می‌زدن میگفتن تیم ما. و این یه بحثی رو در دنیای مجازی ایجاد کرد که چرا شما به تیم آلمان میگین تیم ما، مگر شما ایرانی نیستین؟ و خیلی‌ها میگفتن برای اینکه تیم ما که اصلا مطرح، تیم ایران که مطرح نیست. این احساس هویت با یه تیم فوتبال میگن خیلی احساس سخت جانیه. با این حال خیلی‌ها عوضش میکنن، هویت خودشون رو به یه تیم دیگه گره میزنن. این چه مکانیزمیه؟ دلیلش چیه؟ من فکر می‌کنم در کشورهایی که خب به هر حال دموکراسی مستقر نیست، که خب بسیاری از کشورهای منطقه الان در خاورمیانه جزش هستن، من جمله ایران و بخوام بگم عربستان سعودی و بسیاری از این امارات و غیره و ذلک، فوتبال هم میخوان برنده بشه رؤسای حکومت ها و هم ازش وحشت دارن، بنابراین سعی میکنن کنترلش بکنن. در مورد ایران، در این که الان خب این چند سال اخیر چندان درخشان نبوده فوتبال ایران، میخوام بگم در افواه در ایران میگن، مثلا یه عده میگن دستی دولت سعی میکنه که ایران ببازه برای اینکه مسئله نداشته باشه با اینکه مردم بریزن تو خیابونا. درست و غلط ایشو من روش بحث نمیکنم، اما این فکر نمیکنم درست هم باشه، ولی این در افواه هست. یعنی احساس این که شکست ماش شکست ما نیست، شکست دولته. این یک بوده. یک بوده دیگه اش هم این هستش که من فکر میکنم الان فوتبال قادر به بسیج مردم نیست، به خاطر اینکه شکست حرکت سبز که یه جا باید ازش صحبت کرد در اونم متولول میشه. الان نگاه کنید، شکست حرکت سبز باعث شده که حرکت‌های اجتماعی مثل حرکت زنان، حرکت روشنفکران، حرکت دانشجویان، همه حرکت‌های اجتماعی در ایران به یک نوع سرخوردگی واقعا دچار بشن، و فوتبال هم من فکر می‌کنم دچار همین سرخوردگی است. اگر در ایران این خلاقیت اجتماعی در راه جدیدی وارد بشه، یعنی قبول بکنه که یک حرکت اجتماعی به هر حال تا حدود زیادی شکست خورده، نه در تمام ابعادش ولی در بسیاری از ابعادش، این باعث میشه که یک نوع نوآوری‌های جدید بشه و فوتبال میتونه متأثر بشه و نقش جدیدی بازی بکنه، این دفعه در ابعاد سیاسی اجتماعی و فقط ابعاد بازی نباشه. البته من میخوام بگم که دولت یا به هر حال جمهوری اسلامی شاید خودش به طور مثلا عمدی نخواد که مثلا فوتبال ایران سرکوب بشه. خب ولی میاد آدمهایی رو میذاره بالا سر فوتبال که آدمهای کاردان نیستند. دقیقاً. بعد فساد، تبعیض و مسائلی که در فوتبال پیش میاد باعث میشه که مثلا الان میبینیم 32 ساله تیم فوتبال المپیک ایران هنوز نتونسته به المپیک راه پیدا بکنه، در حالی که قبل از انقلاب تیم فوتبال ایران 3 بار قهرمان آسیا شد، 3 بار رفت بازی های المپیک، یعنی میتونست بره برای آخرین بار، بعدم در رشته های دیگه در یعنی در میدان های دیگه موفق بود. به خاطر اینکه آدم‌هایی رو گذاشتن بالا سر فوتبال، آدم‌هایی رو برگزیدن که اینا از خود فوتبال نیستن، آدم‌هایی هستن که بسیارشون میان برای اینکه اسمی در بکنن و بعد بتونن مثلا یه نقش دولتی، یک سمت دولتی پیدا بکنن و برن دنبال اون کار. همین کار رو توی سازمان تربیت بدنی انجام میدن. از مدیرانی که شما نگاه بکنین از بعد از انقلاب اومدن برای ریاست سازمان ورزش، هیچ کدومشون اصلا اهل ورزش نبودن. هر کدومشون وابستگی به یه جناحی داشتن، بیشتر خب جناحای خود داخلی جمهوری اسلامی. خب معلومه که فوتبال نمیتونه رشد بکنه، به خاطری که فوتبال باید با آدمای کارشناس اداره بشه، غیر از بودجه، غیر از... آیا واقعا اینقدر ساده است؟ خیلی از ملت‌ها رو می‌بینی که کمابیش همین مسائل رو دارن،
فقیرتر هم هستن، مشکلات افسون بر این هم دارن، ولی تیمای خوب فوتبال دارن. اصولا چی باعث میشه که یک کشوری در فوتبال پیشرفت کنه؟ خیلی از جوانان ما مثلا وقتی پیشرفت میکنن و اینها میذارن و میرن، یعنی در داخل خود جامعه میرن. در زمینه ورزش تا حدود زیادی این صادقه، یعنی تا پیشرفتی میکنن و احساس میکنن که میتونن واقعا شگفتگی داشته باشن میرن کشورهای دیگه. در مورد دانشگاه ها صادقه، دانشگاه مثلا صنعتی شریف، ببینید تعداد دانشجویانی که میذارن میرن امریکا، MIT، غیر و ذالک چقدر زیاده، یا میان در اروپا. من فکر میکنم این یه علتش هم هست که جامعه مدرنی داریم که فردگرایی در اون شاید قوی تر شده و بنابراین اون احساس این که من در اینجا میتونم کاری انجام بدم به شدت ضعیف شده. آقای مسعودی سر تکون میدن به علامت عدم موافقت. نظرشون نه اتفاقا خوبه، ایشون عقیدهشون در این زمینه ابراز کردن. من فکر می‌کنم بود اینطوری هم داره ها، یعنی فردگرایی ایرانی طوری هستش که میگه خب بعد اینجا من الان دیگه امکان شکوفایی ندارم و وقتی به یک سطحی میرسه میره جای دیگه. آقای مسعودی ببینید اتفاقا اگر یه بازیکن فوتبال بره جای دیگه خیلی سریعتر میتونه اون از اون محیط آماتور فوتبال ایران بیاد بیرون. تو فوتبال ایران پول خیلی خرج میشه، در ظاهر حرفه‌ای هستش اما در عمل آماتوره. اگر اون بازیکن بتونه خودشو از اون فوتبال آماتور جدا کنه، بیاره خودشو بچسبونه فوتبال آلمان که در بعد از جام جهانی فرانسه ایران حدود 12-13 بازیکن تو آلمان داشت، اون بازیکن‌ها رشدش اون تساعدی خواهد شد که در نهایت وقتی برمیگردن به تیم ملی برای تیم ملی اون کشور، حالا هر کشوری میتونه باشه، مثلا ثمر خواهند بود. شما فرمودین که یه کشوری هستن که از لحاظ اقتصادی اجتماعی اینا ایران داره رو بیش از این هم دارن. نیجریه از ایران وضعیت اقتصادیش بدتره، وضعیت به اصطلاح فساد اداری بی نهایت، ولی تیم فوتبالش یکی از قدرتمندترین تیم‌های فوتبال آفریقاست، در جام جهانی خود نشون داده، در المپیک مدال طلا گرفتن. چرا؟ چون اون بازیکنایی که استعداد دارن میان اروپا، یعنی فوتبال جهانی میشه در اونجا، در صورتی که در ایران جهانی نشده. از مدرسه فوتبال حرفه‌ای اروپا استفاده میکنن و فدراسیون فوتبال نیجریه که هیچ نقشی در رشد فوتبال در نیجریه نداشته، میاد از باشگاه آژاکس آمستردام، منچستر یونایتد، منچستر سیتی، بایر مونیخ، از همینا باید بیاد تشکر کنه. چرا؟ چون بازیکنایی که تجربه داشت بدون تجربه بودن، اینو باشگاه اروپایی در اکثر کشورهای آفریقایی که صاحب استعداد هستن مدرسه فوتبال تأسیس کردن. چرا؟ بله. چون میان بازیکن رو اونجا جذب میکنن، میارن به بازیکن 16-17 ساله قرارداد حرفه‌ای بهش میدن و اون قرارداد حرفه‌ای اون بازیکنی که 16-17 ساله بدون هیچ افسون بر این آقای مسعودی، آیا میشه گفت این رو من به شکل آزمایشی تر میکنم ببینم قبول دارید، افسون بر این آیا میشه گفت فوتبال در ایران تماشا میشه، مردم دوستش دارن، خانواده‌ها میشینن نگاه میکنن، اما به عنوان یک حرفه قرب نداره؟ برای همین اگر خانواده ببینه بچهش زیادی وقت داره میذاره روی فوتبال و درس نمیخونه، میگه بیا بشین روی درست، در صورتی که در همین انگلیس چنین نیست. اگر یک خانواده حس کنه بچهش استعداد در فوتبال، آینده درخشانی براش میبینه و تشویقش میکنه. ایران توی خانواده ها فوتبال به عنوان یک آینده تشویق نمیشه. این مسئله تا 10 سال پیش صادق بود، ولی از زمانی که دولت و نهادهای دولتی اومدن تو فوتبال پول می‌ریزن، من نمی‌خوام بگم سرمایه گذاری، چون سرمایه گذاری یعنی اینکه شما یه پولی رو می‌ذارین و در یه چیزی جواب خواهد داد. تو ایران سرمایه گذاری نمیشه، پول خرج میشه. و این پول چجوری خرج میشه؟ و وقتی میره پای بسیاری یک سری آدمایی هستن که این وسط اسم خودشون گذاشتن مدیر بازیکن، که این پول یه بخش ازش میره به اون قسمت، بخش دیگه‌اش حالا کجا میره؟ برنامه‌های تلویزیونی زیادی تو خود ایران پخش شده راجع به این مسئله. ببینید وقتی که خانواده‌ها تو این 10 سال گذشته، الان سراسر ایران مدرسه فوتبال هست، هم ادعا میکنن مدرسه فوتبال مدرن هستش و بازیکنان رو میان به سطح به عرش اعلی میرسونن، و چون فوتبال الان توی ایران یه نقش اقتصادی بزرگی پیدا کرده، بازیکنان پول هنگفتی به دست میارن. به همین دلیل فکر میکنید خانواده ها دیگه مانع دقیقاً بازیکن شدن بچه‌ها نمیشن؟ تشویق میکنن، الان همه رو وادار میکنن، پدر مادر مدرسه همه جا، بس افتخار میتونه واسهشون باشه که بچه‌ش بره فلان جا بازی کنه، یه قرارداد چند میلیونی بگیره. کماکان فکر میکنید علارغم اینکه خانواده ها نگاه متفاوتی به فوتبال دارن، ملحق نشدن و وصل نشدن فوتبال ایران از نظر اقتصادی به فوتبال تجارتی اروپایی مانع میشه که بازیکنهای درجه یک داشته باشیم؟ این
توضیح اولیتون بود. ببینید مسئله که گفتم فوتبال در ایران همونجوری اداره میشه که سایر مسائل اداره میشه، که مملکت اداره میشه. مسئله اقتصادی فوتبال برمیگره به تلویزیون. تو ایران تلویزیون دولتیه و یک نهاد بیشتر نیست و در نتیجه اون پولی که باید بیاد به فوتبال تزریق بشه به صورت سالم، به صورت سالم تزریق نمیشه از طریق پخش تلویزیونی، میاد از طریق نهادهای دولتی که اونجا پول گم میشه. معلوم نیست کجا میره. این نکته است که آقای ادیبزاده گفتن. یه نکته دیگه این، ببخشید، یه نکته دیگه این که همین که گفتید به هر حال بازیکنان هر کشوری، مثلا نیجریه رو مرداد مثال زد به عنوانی که در باشگاه‌های مهم بازی میکنن و این تیم ملی رو میاد میسازه، الان مثلا همین چند سالی که تیم ملی ایران نتونسته به جام جهانی راه پیدا بکنه، میبینیم دیگه بازیکن ایرانی کمتر توی باشگاه هست. حتی میرن یه بازیکنی رو که توی آلمان مثلا پرورش پیدا کرده، اصلا هیچ وقت هم تو فوتبال ایران نبوده، میارن در تیم ملی ایران بازی بکنه، مثل این دژاگه. یکی از واقعا ضربه هایی که به بازیکنان ایران خورد همینه که تیم ملی ایران نتونست به جامهای جهانی، چند تا جام جهانی راه پیدا بکنه. چون وقتی تیمی وارد جام جهانی میشه، یعنی بالاترین سطح فوتبال، بالاترین نمایشگاه فوتبال، اونجا باشگاه‌های دیگه بازیکنان با استعداد نگاه میکنن، میخرن. همونطور که بله آقای مسعودی اشاره کرد، بعد از جام جهانی فرانسه 10-12 نفر از بازیکنان ایرانی رو اینا شناختن و خریدن. ولی الان چنین نیست. الان به نظر میاد فوتبال ایران در سطح بازیکن فوتبال خیلی جهانی نیست، اما در سطح تماشاچی چنین نیست. آقای درسته، تماشاچی واقعا اینجا یه نوع میخوام بگم انقطاع وجود داره. فوتبال به عنوان یک پدیده ورزشی، به عنوان یک پدیده تفریحی، به عنوان یک پدیده هویتی در اقشار پایین جامعه وجود داره. در مثلا محله ها بازی میشه، در دهات بازی میشه، در شهرها بازی میشه و خارج از حیطه قدرت دولت، یعنی واقعا این بازی انجام میشه و جهانی میشه. یعنی در ایران نگاه میکنن فوتبال باشگاه های اروپا رو و با این باشگاه ها احساس هم هویتی میکنن. میشه گفت آیه، یعنی درس هم میگیرن. بله دقیقاً. میشه گفت قشری که اون جمعیتی که فوتبال نگاه میکنه در هر جامعه نسبت به جمعیت همتای خودش که فوتبال نگاه نمی‌کنه یه مقدار جهانی تره، چنین حکمی میشه داد؟ چون بازی یک تیم مثلا آمریکای لاتین وقتی که در میان نوجوان‌ها در ایران چنین شور و هیجانی ایجاد می‌کنه، وقتی که یک بازیکن سیاه‌پوست تیم ملی ایتالیا گل می‌زنه به آلمان، اینها مرزهای ملی رو میشکنه و جهانی میکنه دیگه. در صورتی که اونهایی که فوتبال رو نگاه نمیکنن این تجربه رو حس نمیکنن. نه، این تجربه به صورت دیگری دارن. فوتبال یکی از شاهراها هست برای ماورای ملی شدن و جهانی شدن. درست. ولی اینترنت راهای بسیار زیادی راه داره، فیسبوک، چه میدونم توییتر، غیر و ذالک، تلویزیون، ماهواره و اینها. من فکر میکنم اینها یک راه وجود نداره برای جهانی شدن. بنابراین ولی فوتبال یکیشه. فوتبال یکی از راههای مهمشه، مخصوصا برای گروه ها و جوان هایی که آرمان های بسیار وسیعی دارن و در این حال امکانات بسیار محدود. میخوام بگم شما اگر یک جوان فقیر در مثلا ایران باشید، از طریق فوتبال خیلی راحت تر میتونید دوچاره، میخوام بگم، خواسته های درونی خودتون رو به صورت تخیلی متبلور بکنید. این در زمینه اروپا هم هست. مثلا میبینیم مثلا زیندین زیدان، خب مغربی بود، الجزایری رو اصل بود، یعنی موفق شد به عنوان یک الجزایری برسه مثلا میلیاردر بشه. یا مثلا که چه میدونم در آمریکای لاتین هم ما میبینیم فقرا موفق میشن با فوتبال بیان بالا. یعنی این امکانات رو میده فوتبال، کمک میکنه به بلند پروازی اقشار پایین جامعه و در این حال بعضی از اونها موفق میشن و تخیل اجتماعی رو تقویت میکنه. کاملا. ما داریم خیلی داریم روی مسئله اقتصادی و اینکه یه نفر میلیونر بشه داریم صحبت میکنیم. من میخوام اینو بیارم سطح جامعه که هر شخصی اونجا زندگی میکنه. من جمله خود من یه خاطره‌ای دارم. اولین باری که از ایران اومده بودم بیرون، توی کمبریج من داشتم با یه سری دانشجوی کلمبیایی صحبت میکردم، فهمیدم کلمبیا میگفتن تیم شما آمریکا دکالی امسال رسیده بود جام فینال جام باشگاه آمریکای جنوبی و رسیدن راجب تیم اونا داشتم صحبت میکردم. اون موقع نه اینترنت بود، نه اصلا کسی میدونست آمریکا دکالی کیه تو انگلیس. حالا اصلا اینا فراموش کردن که من کلمبیایی نیستم متعلیم. چون داشتم راجب یه چیزی صحبت میکردم که فقط با کلمبیایی میشه تو ضمیر اونا بود شد. بله. بعد وسط حرف یهو یادشون اومد که دارن انگلیسی با من صحبت میکنن.
اسپانیایی صحبت نمی‌کنن. یه مرتبه پرسیدن از من تو کجایی هستی هستن که داری اینقدر راجع به تیم ما میدونی و به زبان انگلیسی دارم بعد گفتم من ایرانی هستم. اصلا اینجای صورتشون متحیر شد، ایرانی ایرانی که ما شنیده بودیم فقط تو اروپا اون موقع خیلی مسائل تروریستی و بمب‌گذاری و اینا بود، همه به ایرانی‌ها وصل می‌کردن. ما فهم می‌کردیم ایرانی‌ها همه تروریستن و چی تو که داری راجع به تیم ما صحبت می‌کنی. گفتم نه، ایرانی مثل شما توه. تو منم مثل منم. اونجا اون مرز شکسته شد. بله. اونی که من اون کلمبیایی و ایرانی اون فوتبال یه چیزی بودش که ما رو به هم نزدیک ایجاد می‌کنه و این مهم‌ترین مسئله هستش که فوتبال تو دنیا پیاده کرده، یعنی همبستگی ایجاد میکنه. همبستگی بین ولی... آدم ها، نمیخوام بگم همبستگی بین ایرانی ها، همبستگی بله. بین آمریکایی ها، ولی آیا انسانی... میخوام ببینم آیا واقعا این یا نه پیچیده‌تر از این هست، کارکردهای دیگه هم داره. ما میدونیم که فوتبال هویت سازه، یعنی احساس تعلق قوی ایجاد میکنه که جدا شدن از اون احساس فوق‌العاده دشوار میشه. این یعنی اینکه تمایز ایجاد میکنه. همین مثال تراکتور سازی رو که زدیم در ایران، تمایز قومیتی رو در حمایت از تراکتور سازی ما میبینیم و در خصومت با تراکتور سازی خیلی از تیم ها کاملا اسم تراکتور سازی که میاد کاملا مشخص میشه و حامیان اون تیم ها. به این ترتیب میشه گفت که فوتبال همیشه احساس همبستگی ایجاد میکنه، خیلی جاها تمایز هویتی و بریدگی ایجاد میکنه، چنین نیست؟ یه جنبه‌ای که الان من می‌بینم در ایران، مردمی که از این انزوایی که از بر اثر تحریم‌ها برای ایران پیش اومده و بسیار ناراضیان، اینا امیدوارن که تیم ملی فوتبال ایران بتونه به جام جهانی 2014 برزیل راه پیدا بکنه، چون رفتن به جام جهانی باعث میشه که تمام شاید بسیاری از تلویزیون‌ها درباره اون کشور صحبت بکنن، درباره مسائل اونجا صحبت بکنن. اینا این خودش یکی از تأثیرهای مهم فوتبال و تیم ملی. سوال اینه که آیا واقعا میشه گفت که کارکرد اصلی فوتبال ایجاد حس همبستگی بین انسان هاست و نه ایرانی ها، در شرایطی که خیلی جاها احساس تمایز و افتراق ایجاد میکنه؟ بله، همبستگی. همون مثالی که شما زدید راجب اسپانیا، مهرداد گفت راجب اسپانیا، یا شما درباره اینکه یه عده از ایرانی ها اسپانیا رو دوست داشتن، یه عده آلمان رو دوست داشتن، یا برخی ایتالیا رو دوست داشتن که نه ایتالیا. فقط دوست داشتن، میگفتن آره. تیم ما. بله، این خودش یه همبستگیه. شما میبینید که یک گروه ایرانی هستن که میگن تیم ما، به خاطر اینکه به هر حال الان اون جاذبه‌ای که تیم ملی فوتبال ایران داره نداره. بعدم خب فوتبال ایران که در اروپا نیست، بنابراین میان یه فوتبالی که بسیار بیشتر موفق هست مثل بنابراین مثل شما کماکان کارکرد وصل کننده فوتبال رو مهم می‌دونید. همبستگی نگاه کنید، در این حال میتونه انتزاع و بریدگی ایجاد کنه. وقتی مثلا یه گروه قومیتی از طریق فوتبال درشون همبستگی ایجاد میشه، این قومیت خودش رو در مقابل قومیت دیگر قرار میده دیگه. بله. بنابراین فوتبال فقط همبستگی به صورت انتزاعی ایجاد نمیکنه، میتونه ایجاد بکنه، ولی در اکثریت موارد همبستگی که ایجاد میکنه همبستگی گروهیه. درسته. یک ملت در مقابل ملت های دیگه، یک محله در مقابل محله های دیگه. میخوام بگم فوتبال به هیچ وجه خلاصه نمیشه در یک نوع مسئله و در یک کار کرد. میخوام بگم شده تنها آینه ای هستش که به صورت ماورملیتی وجود داره، که در اون تمام خواسته ها به یک طریقی میتونن متبلور بشن و در این حال نمیتونن استیلای کامل داشته باشن بهش. بعضی وقتا هم به یه حالت انتزاع، یعنی جداسازی به وجود میاد. بله. مثلا باسکو اگر نگاه بکنین که اینا تقاضای استقلال داشتن، استقلال طلبی، حتی اینا تیم ملی باسک درست کرده بودن، و اگر بازیکنی مثلا از بیلباو انتخاب میشد برای مثلا تیم ملی، اون موقع تازه تیم ملی رو قبول داشتن، ولی در غیر اون صورت نه. و همین مسئله ملیت‌های مختلف در خیلی از جاها دیده میشه. مثلا در مورد همین که اشاره کردین، تراکتور سازی که یک آذربایجان رو مطرح میکرد، خب آذربایجانی ها حتی مسابقاتی که این تیم توی شهرهای مختلف داشت، هر جا مثلا نزدیک 10,000 تا تماشاگر داشت. مثلا تم مشهد که رفتن 10,000 تماشاگر آذربایجانی رفت. خب این یه مسئله بود که به اینا هویت می‌بخشید، هویت آذری اینا در
این تیم تراکتورسازی تبلور پیدا میکرد. بله، به عنوان یه بحث پایانی من همون سوال اول رو طرح میکنم خیلی کوتاه. با تمام این عوامل اجتماعی که در فوتبال تاثیرگذار هست که صحبتشون شد و با این درهم تنیدگی فوتبال و سیاست و خصوص در کشورهای مثل ایران، شما کماکان فکر میکنید راز فراگیر شدن فوتبال و تب ماندگار فوتبال کماکان همین جذابیت‌های درونی فوتباله؟ 100%. جذابیت فوتبال به سادگی ورزش برمیگرده. من نوعی که یه بچه 4-5 ساله هستم، چه در ایران، چه در آرژانتین، چه در نیجریه، وقتی که اون یه چیزی گرد، حالا نمیخواد حتما توپ باشه، میتونه سر عروسک باشه، رو زمین قل میخوره، اون رو بهش ضربه میزنم، کسی راجع به مسائل اجتماعی و سیاسی و دیکتاتور و دموکراسی فکر نمی‌کنم، راجع به اون قل خوردن توپ که چجوری اون توپو بتونم وارد دروازه کنم. ورزش‌های زیادی هستن که شاید به ظاهر ساده باشن، کشتی خودمون فیتل پیچ داره، بارانداز داره، چند امتیاز میدن، چجوریه اینا، همه اینا به هر حال یه چیز. ولی تو فوتبال یه دروازه است که طبق قانون فوتبال که 1863 نوشته شده اندازش مشخصه، توپ اگه از این خط بگذره به تور برسه گله، شما برنده شدید. این مقایسه فوتبال و کشتی مقایسه خوبیه. شما آقای خسرو خاور وقتی به اون زمینه اجتماعی نگاه میکنید، اصلا اینکه کشتی محبوبیت کمتری الان داره در ایران به نسبت 40-50 سال پیش و فوتبال که شده ورزش ملی، این رو ناشی از جذابیت های فوتبال میدونید یا نه عوامل اجتماعی که من فکر کنم عوامل اجتماعی خیلی توش موثره. کشتی به خاطر ورزش ملی بود ولی در اون یک نوع فردگرایی سنتی بود، لوتیگری و غیر و ذالک. الان فوتبال این امکان رو میده که شما هم فرد باشین، هم در داخل یک گروه بازی کنین، هم خودخواهی های فردی داشته باشین. اشاره به کشتی اشاره خوبیه. معنیش اینه که شاید ما در این دور و زمان در ایران چهره‌ای مثل پهلوان تختی دیگه نتونیم داشته باشیم. اصلا من فکر کنم اگرم داشته باشیم اون حالت فراگیر رو نخواهد داشت. یعنی مسئله اساسی در این هستش که فوتبال این اجازه رو به شما میده که گروهی عمل بکنین. واقعا نیا کنین یه ورزش گروهیه، در این حال یه ورزشی که به فرد این امکان رو میده که بالا بیاد و این مدرن و این مدرنش میکنه. مدرنه نمی از اینا سرمایه داری و دموکراسی رو با هم تبلور میده. به سرمایه داری یعنی اینکه فرد میتونه یه میلیاردر بشه، همه رو بخره، بعد در این حال سیستم دموکراتیک این رو متعادل میکنه و میگه تو باید در ضابطه قانون کار بکنی. بله. و من فکر میکنم فوتبال به صورت استعاره ای این ابعاد رو داره، وگرنه من فکر می‌کنم خیلی از ورزش‌ها بودش که میتونست جایگزینش بشه. و خب یک پدیده هم هستش که شما ببینید وقتی تلویزیون‌های تمام دنیا این رو منعکس می‌کنن، این باعث میشه که خود این کمک بکنه به یک دوری. بله. که می‌خوام بگم مثل یک چیزی میمونه، مثل برف میمونه، گوله برف میمونه که از بالا که میاد پایین هی بزرگتر میشه و بزرگتر. بنابراین این بود هم کمک میکنه بهش. بله، به تاثیر تلویزیون بر فوتبال و جهانی شدن فوتبال و تبدیلش به یک اقتصاد عظیم البته نتونستیم بپردازیم، ولی خیلی کوتاه شما صحبت دارید آقای. بله، این مسئله تلویزیون اتفاقا خیلی اهمیت داره در فوتبال. شما ورزش‌هایی که زیاد تماشاگر ندارن وقتی تلویزیون نمیره سراغش، اینا کم کم تحلیل میرن. به خصوص من اشاره میکنم به کشتی که حتی چند سال پیش صحبت حذف کشتی از المپیکا بود، به خاطر اینکه تماشاگر زیادی نمیومد. وقتی تماشاگر نره تلویزیون ها جذب اون نمیشن، وقتی تلویزیون جذب نشه پول اون پخشا و این چیزا کم میشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان های برنامه مهرداد مسعودی، فرهاد خسروخاور و ایرج ادیبزاده. این برنامه رو روی وبسایت ما با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحه‌مون در فیسبوک آرشیو شده و در فیسبوک که میتونید راجع به همین موضوع بحث کنید. شب و روز بر همه شما خوش.